در شامگاه 22 سپتامبر 2017 ساکنان ایالت کالیفرنیای امریکا شاهد نورهای بسیار عجیبی در آسمان شب این ایالت بودند. خیلی زود مشخص شد نورهای عجیب متعلق به موشک ماهواره بر کمپانی اسپیس‌ایکس بودند. اما همیشه نورهای عجیب آسمانی متعلق به وسایل ساخت دست بشر نیستند. من فرید خلیفی هستم و در این دانستنی های جهان ما از کیهان لندن با نورهای آسمانی اسرارآمیزی آشنا خواهیم شد که منبعی بسیار شگفت‌انگیز دارند. قاره امریکای مرکزی، کشور مکزیک، 7 سپتامبر 2017. در حالی که مانند همیشه زندگی عادی در جریان است، ناگهان زمین شروع به لرزش می کند. لرزش زمین ساختمان ها را در مکزیکو سیتی، پایتخت این کشور، به لرزه در می آورد. این حادثه ساکنان شهر را وحشت زده کرده است، ولی حادثه اصلی صدها کیلومتر دورتر از پایتخت رخ داده و تنها موج ضعیفی از آن به مکزیکو سیتی رسیده است. جنوب کشور مکزیک، جایی نزدیک به کشور گواتمالا، زمین لرزه‌ای به بزرگی 8.2 ایالت چیاپاس مکزیک را به همراه بخش‌هایی از گواتمالا می‌لرزاند. حادثه ویرانگر که علاوه بر تخریب سازه‌ها در حدود 100 کشته و 100 مجروح بر جای می‌گذارد. اما لرزش زمین و ویرانی تنها اثر زمین لرزه مکزیک نبود. ساکنان مکزیک با پدیده اسرارآمیزی هنگام زمین لرزه مواجه شدند که خیلی زود بازار شایعات را داغ کرد. شب هنگام آسمان مکزیک. این تصاویر واقعی توسط شاهدان حاضر در محل ثبت شدند. پدیده برق‌آسا در آسمان تاریک شب. آنچه در آسمان دیده میشد شگفتی مردم مکزیک را به همراه داشت. پدیده‌ای که وقتی با لرزش زمین نیز در هم آمیخت، ترس دوچندانی به مردم داد. آنها از ساختمان‌های در حال لرزش خارج شده و پس از ورود به فضای باز با چهره‌های وحشت‌زده دیگران روبرو شدند که نورهای اسرارآمیز در آسمان آنان را نیز شگفت زده کرده بود. نورهایی که گاه مانند فلش عکاسی به طور لحظه‌ای در آسمان ظاهر می‌شدند. شایعات گوناگونی پیرامون منشأ نورها مطرح شد. برخی این پدیده را به بشقاب پرنده‌ها و بیگانگان فضایی ربط دادند. برخی دیگر حتی به کره شمالی یا روسیه. همچنین ایده بازتاب نور از روشنایی‌های شهری نیز به آسمان مطرح شد. اما این اولین باری نبود که نورهای عجیب هنگام زمین لرزه نمایان شدند. نیوزلند، نوامبر 2016. لحظاتی که زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.8 رخ داد و نوری عجیب در آسمان پدیدار شد. ژاپن، اپریل 2011. لحظاتی که زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.1 اتفاق افتاد و نوری عجیب که در آسمان پدیدار می شود. چین، می 2008. ساکنان استان سیچوان در حالی که مشغول کارهای روزمره خود هستند، نورهای عجیبی را در آسمان مشاهده می کنند. بلافاصله با استفاده از امکاناتی که در اختیار دارند، تصاویر این پدیده را ثبت می کنند، اما تنها در حدود 30 بعد زمین لرزه‌ای به بزرگی 8 ریشتر منطقه را می لرزاند و خسارات فراوانی را به بار می آورد. در پرو، آگوست 2007، زمین لرزه‌ای به بزرگی 8 ریشتر رخ داد و این تصاویر در جریان این حادثه ثبت شدند. این چنین وقایعی بارها در جریان زمین لرزه‌ها در کشورهای مختلف از سوی ساکنان محلی گزارش شده. پژوهشگر ارشد ناسا پروفسور فریدمن فرویند میگوید نورهای اسرارآمیزی که به نور زلزله یا پرتو لرزه‌ها شناخته می‌شوند ممکن است به رنگ و اشکال گوناگونی پدیدار شوند. برای نمونه گاه به شکل پرتوهای آبی رنگی که از زمین به آسمان زبانه می‌کشند.
گاهی نیز مانند گلوله‌های درخشان که از چند ثانیه تا حتی چند دقیقه در آسمان شناور می‌مانند. یا گاهن به صورت نورهایی که مانند رعد و برق در آسمان نمایان می شوند، با این تفاوت که جهت تابش آنها به جای آسمان به زمین، از زمین به سوی آسمان است و ممکن است تا ارتفاع 200 متری هم پدیدار شود. پروفسور فرانک در خصوص چگونگی ایجاد پرت و لرزه ها می گوید این اتفاق یک پدیده الکتریکی حاصل از فشار طبیعی به برخی صخره هاست که در جریان زمین لرزه و در پوسته زمین روی می دهد. در واقع فشار حاصل بر روی سنگ ها آنها را نوعی شارژ الکتریکی کرده و این گونه صخره ها در پوسته زمین مانند یک باتری عمل می کنند که ممکن است انرژی الکتریکی ذخیره شده رها گردد و در آسمان منجر به ظهور پرت و لرزه ها شود. این شارژ الکتریکی نیازمند مهیا بودن شرایطی چون جنس خاصی از سنگ ها و شرایط زمین شناسی ویژه است. شرایطی که ماگما ها در امتداد خطوط عمودی گسل ها سرد شده باشند. از همین روی بر پایه تخمین دانشمندان تنها در کمتر از 0.5% از زمین لرزه ها شرایط لازم برای ایجاد پرت و لرزه ها نیز فراهم می شود. هرچند با فاصله اندکی از نمایان شدن آنها زمین لرزه روی می دهد و این پدیده تنها در موارد اندکی همراه زمین لرزه ها دیده شده. با این حال روشن شدن علت ایجاد پرت و لرزه های نورانی هنگام زمین لرزه یکی از شاخصه های پیشبینی زمین لرزه ها می تواند باشد.